خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون جهانی آریانا نیوز. شما را به برنامه ورزش امروز از تلویزیون جهانی آریانا نیوز خوش آمدید میگم. امید که مثل همیشه با ما همراه باشید. موضوع ورزشی امروز ما اختصاص داره به رشته فوتسال، رشته ای که در افغانستان مورد توجه قشر جوان قرار گرفته و مدت هاست که دیده میشه جوانان زیاد به این رشته روی آوردن، چه در زمستان و چه در فصول دیگر سال. بر صورت جوانان بیشتر میپردازن به این رشته ورزشی فوتبال و علاقمندان زیاد به خودش جذب کرده. اما چند پیش تیم فوتسال صداقت، قهرمان رقابت های فوتسال افغانستان، در اولین تورنمنت برونمرزی که در قرقیزستان برگزار شده بود به عنوان نماینده فوتسال باشگاه افغانستان اشتراک کرده بود و موفق شد که اولین بار یک افتخار بزرگی را برای فوتسال کشور ما به دست بیاره. به این منظور آقای رزاق ممرک مربی تیم و همچنین سید مهدی هاشمی مربی تیم فوتسال کاپیتان تیم فوتسال صداقت با خودمان در برنامه داریم و در خصوص جزئیات حضور تیم فوتسال صداقت در رقابت‌های قرقیزستان با ایشان بحث و گفتگو می‌کنیم. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشین. اول تبریک میگم براتون آقای ممرک و همچنین سید مهدی جان هاشمی، هم مربی تیم ملی فوتسال افغانستان هستن و هم کاپیتان تیم ملی فوتسال و تیم صداقت که افتخار حضور در کنارش نداریم. از اینجا شروع میکنم آقای ممرک که چی شد که یک دفعه ای تورنمنت برای فوتسال باشگاه افغانستان مهیا شد و یک باشگاه به نمایندگی از باشگاه دیگر افغانستان به این رقابت ها رفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکارای محترمتان در تلویزیون آریانا، همچنین تمام بینندگان عزیزی که در هر نقطه از کشور عزیز ما هستند و هر نقطه از دنیا هستند ما را میبینند. در ارتباط با اینکه چه رقم شد که کلب فوتسال صداقت به این مسابقات روان شد و در این مسابقات شرکت کرد، ما مسابقاتی را که در خوجند تاجیکستان داشتیم در گروه همراه تیم قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان در یک گروه بودیم. تیم قرقیزستان یکی از تیمای خوبی بود که از گروه هم صعود کرد و مرحله بعد رفت و بازیای خیلی خوبی هم در مرحله نهایی مسابقات داشت. یکی از نتایج خیلی خوبش برد 6-2 ژاپن، قهرمان دو دور قبل به اصطلاح ملت‌های آسیا بود. نتایج خیلی خوبی را در دور گرفتن اما موفق نشدن که به جام جهانی برن، دیگه در مرحله 8 تیم حذف شدن. مسابقه ششم آسیا را گرفتن. عنوان ششم آسیا را گرفتن، بله. مسابقه ای را که همراه تیم ما در خوجند تاجیکستان در مرحله مقدماتی داشتن با نتیجه 2-2 با ما مساوی شدن. مسابقه ای که مقابل ما داشتن بسیار به اصطلاح زیر فشار تیم ما بودن تمام مدت بازی را و بازی بیشتر در اختیار ما بود و از اثر کم تجربگی بازیکنهای ما، از اثر پختگی بازیکنهای خودشان تانستن که مسابقه را به اصطلاح مساویانه خاتمه بدن. بازی خوبی بازیکنهای ما را دیدن. بعد از بازی نشستی که ما داشتیم همراه مسئولین و مربیشان گفتن که ما حتما از شما دعوت میکنیم که بیاین به کشور قزاقستان و چند مسابقه دوستانه شرکت کنین. در رده ملی امکان پذیر نشد اما در رده باشگاهی از ما دعوت کردن که قهرمان تیم افغانستان شما بیاین و در مسابقات قهرمانی قهرمانان، یعنی یک تورنمنت قهرمانان فوتسال قرقیزستان که برگزار میکردن، سه تیم قهرمانشان بود که ما هم دعوت کردن و یک تورنمنت 4 جانبه داشتن. بسیار خوب. سید مهدی جان هاشمی، بگه 2 سال است که عضویت تیم ملی فوتسال افغانستان را کسب کردی و در تیم ملی فوتسال هم بودی، در باشگاه صداقت هم در تورنمنت اشتراک کردی. دیدگاه خودت به عنوان یک بازیکن چی است؟ فوتسال مرکز آسیا رو چگونه دیدی؟ برسات تو در ایران تمرین کردی و فوتسال بازی کردی و میشه گفت اونجا رشد کردی در رشته فوتسال. چطور بوده در این 2 سال تیم ملی فوتسال و باشگاه های فوتسال افغانستان به نظر خودت و دیدی که داری چقدر تغییرات درش آمده؟ نسبت به 2 سال پیشی که ما آمدیم افغانستان خیلی الان پیشرفت خیلی خوب شده. ما یادم اون سری اولی که آمدیم افغانستان برای مسابقات جام ملت‌های مقدماتی آسیایی آمدیم داخل افغانستان، خیلی بازیکنان خوبی بودن داخل خود افغانستان، در خود کابل، و کسایی که از ایران آمده بودن خوب بودن. ولی این سری که آمدیم 1 سال گذشته خیلی پیشرفت دیدم، بازیکنان سطحشان خیلی رفته بالا. همین تمرینایی که استاد برای ما گذاشتن، زحمات زیادی که استاد کشیدن برای ما، خیلی الان سطح فوتسال افغانستان بالاتر نسبت به 1 سال پیش شده. در امارات چطور بود بازی دوستانه با یکی از باشگاه‌های لیگ برتری امارات به نام اشعب داشتین؟ اونجا چطور بود؟ در امارات سرمایه‌گذاری کلان روی فوتسال و روی ورزش خودش کلا کرده؟ بله،
اونا که واقعا سرمایه گذاریشون خیلی زیاد بود، واقعا در اون حدی که اونا سرمایه گذاری کرده بودن، اگه تو افغانستان بشه همچه سرمایه گذاری خیلی پیشرفت خوب بهتر از این دیده میشه در افغانستان. اونا واقعا سرمایه گذاریشون خوب بود، ولی استعدادشان به نظر ما خیلی نسبت به افغانستان پایین است. پیروزیشون در برابر اونا کاملا این قضیه را اشکار میکنه. فکر کنم 8-1 بردین یا 9-1. بسیار خب آقای ممرک، بر ما بگین که سفر مجموعاً چطور بود برای فوتسال افغانستان؟ بر صورت اکثر بازیکنان تیم ملی فوتسال در قالب باشگاه صداقت بازی کردن و میشه گفت یک تمرین خوب هم برای تیم ملی فوتسال ما حتی بود. بله، جدای مسئله از این که به اصطلاح در تاریخ فوتسال افغانستان، اگرچه فوتسال در افغانستان بسیار نوپاست، اما این اولین بار بود در قسمت فوتسال که یک کلب فوتسال، یک باشگاه فوتسال به یک سری از مسابقات خارجی پای میگذاره و در این مسابقات نتیجه خوبی را میگیره میاره. نتایج خوبی که در کشور امارات داشتیم، یک انعکاس خیلی خوبی را در به اصطلاح پایگاه خبررسانی خود امارات داشتن. اصلا باورشان نمیشد که افغانستان در این جایگاه از فوتسال باشه و 3 دقیقه مانده بود از بازی در نیمه دوم که بازی را خاتمه دادن، نخواستن که 3 دقیقه پایانی ادامه داشت دو رقمی شد بازی. و در کل سفر چون یک برنامه ریزی خیلی خوبی شده بود، ما یک کمپ تمرینی 4 روزه انجام یک بازی تدارکاتی خوب در کشور امارات، بچه از لحاظ روحی بسیار در سطح عالی قرار گرفتن و بعد ما روانه مسابقات در بشکک قرقیزستان شدیم. در کشور قرقیزستان قبل از اینکه ما وارد تورنمنت 4 جانبه شویم، یک مسابقه برای ما تدارک دیده بودن که هم با زمین آشنا شویم هم با جو ورزشگاه. این خواست ما بود، از قبل هماهنگ کرده بودیم. ما با تیم ملی زیر سن 21 سالشان که در اردیبهشت ما در ماه ثور در ثور سال 1395 انشاءالله در آسیا انجام میشه، این تیم آماده ساخته بودن برای ازو. با او تیم یک مسابقه دوستانه داشتیم. شبی که رسیدیم ما تقریبا ساعت 9 صبح وقتی که وارد هتل شدیم هماهنگ کردیم که ساعت 6 دیگر این مسابقه را انجام بدیم. 6 دیگر با مسافه از تیم رفتیم، تیم خوبی بودن، بازیکن های ما هم با جو سالن آشنا شدن، نتیجه خیلی خوبم با نتیجه 8-1 تیم شکست دادیم. جمنازیوم اگزلت دیده میشد که یک جمنازیوم تمرینی بود تا مسابقه، چرا دایو جمنازیوم کمپ تمرینی بود؟ بله کمپ تمرینی بود. متاسفانه فدراسیونشان اگه خبر داشته باشین قهرمان بیلیارد و سنوکر جهان از کشور قرقیزستان است و یک استقبال خیلی زیاد مردم قرقیزستان از بیلیارد میکنن و مسابقات جهانیش قرار بود انجام شود و تمام اون سالن بزرگ 3000 نفریشان در اختیار به اصطلاح فدراسیون بیلیارد شان بود و ما نتونستن مسابقات رو در اونجا بگیرن. غیر از این که برای فدراسیون افغانستان، برای کمیته فوتسال و برای فوتسال افغانستان یک برگ زرین دیگه ورق خورد، ای که در یک سری مسابقات بین المللی خارج از کشور کلاب ما میره حضور پیدا میکنه و نتیجه خوبی رو میگیره. فوتسال افغانستان میشناسانه به مردم منطقه، به اصطلاح و اهالی ورزش کشورهایی که ما در گروه ها هستن، کشورهای منطقه هستن. جدا از این یک تجربه خیلی خوبی شد برای بازیکن های ملی پوش ما که هرچی تعداد بازی ملی ما در یک محیط بیگانه، در یک کشور بیگانه و با نوعیت فوتبال های مختلف، فوتسال های مختلف، باعث میشه که تجربه اینا در هر مسابقه بالا بره و از استرسشان در مسابقات ملی کاسته شد. فوتسال قرقیزستان یک فوتسال کشورهای شمالی قرقیزستان مثل ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان به شمول خود روسیه، یک فوتسال بر مبنای قدرت و سرعت هست و فوتسال کردن مقابل از تیم ساده نیست. بسیار خب. سید مهدی جان هاشمی بگه که دیدگاه خودت چی است؟ به صورت ما نزدیک به 10 سال است شاهد هستیم که رقابت های باشگاه فوتسال آسیا برگزار میشه و خودت حتما بارهای مسابقات را از نزدیک دیدی و مشاهده کردی. چی احساس میکنی؟ آیا این باشگاهی که حالا درست شده برام باشگاه صداقت و بازیکنایی که به عنوان بازیکنان ملی در این باشگاه عضویت دارین، آیا این باشگاه توانایی رو داره که در رقابت های باشگاه آسیا در آینده شرکت کنه؟ بله 100% توانش داره، ولی یک چیزی که ما انتظار داریم از خود فدراسیون که خیلی باید حمایت کنه باشگاه صداقت، کل باشگاهایی که در افغانستان هستن و همچنین تجار، کسایی که سرمایه دارن، حتما باید حمایت کنن کلاب صداقت، کلاب های دیگه که بتونیم بریم تو مسابقات آسیای باشگاه آسیا. هدف از کلاب صداقت، هدف اصلیش بوده که تو باشگاه آسیای شرکت کنن که او خیلی افتخار خوبیه که تو اونجا شرکت کنی و نشون بده توانای افغانستان و کل کشورهای آسیا. من فکر کنم که آقای ممرک شاید سوال ما رو بهتر جواب بدن. ما حدوداً
5 سال 6 سال است که فوتسال ما رونق گرفته و خیلی خوب جا افتاده در بین جوانان و می‌بینیم که نتایج هم که در اخیر فوتسال ما در 2 سال اخیر به دست آورده نتایج مطلوب بوده و رضایت بخش و امیدوار ساخته ما رو با آینده. اما دیده میشه که هنوز ما در باشگاه آسیا حضور نداریم، حتی دیده میشه که رقابت‌های باشگاه آسیا اغلب یا بهتر بگم اکثرا این رقابت‌ها با حضور 11 تیم برگزار میشه، یعنی جای یک تیم دیگه کم است که 12 تیم بشه و در سه گروه 4 تیمی مسابقات برگزار شه. آیا ما اقدام نکردیم تا بال برای این رقابت‌ها؟ یعنی ظرفیت حضور ما هست و هنوز دعوت نشد از ما، چرا ما تا بال در باشگاه آسیا حضور پیدا نکردیم؟ همه به اصطلاح سیستمی که یک تیم چه رقم میتونه در مسابقات باشگاه آسیا حضور پیدا کنه، باید فاکتورهایی را او فوتسال کشورش داشته باشه. یکی از او ویژگی و فاکتورهایی است که یک لیگ سرتاسری داشته باشه با تعداد تیم‌های بیشتر از 9 تیم و مسابقات سرتاسریشون به مدت بیشتر از 6 ماه دوام کنه. یعنی ما باید یک لیگ سرتاسری داشته باشیم، در او بیشتر از 9 تیم حضور داشته باشه و تمام طول شروع تا پایان از این لیگ سرتاسری ما بیش از 6 ماه دوام داشته باشه. که ما نداریم همچین لیگی. ایران ما نداریم. ما شدیداً از پارسال که وارد صحبت شدیم که کمیته فوتسال آسیا آقای طارق‌علی زاده این درخواست کردیم که ما چه رقم میتونیم در جام باشگاه آسیا شرکت کنیم، شرایطش گفتن ما پوشتازی هستیم که چه رقم میتونیم اسپانسری را داشته باشیم که این لیگ ما را حمایت کنه و بتونیم تو لیگ برگزار کنیم. کلاب های خوب هست، ما میتونیم با کلاب قهرمان ها شروع کنیم، قهرمان های ولایتی که داره فوتسال هستن، قهرمان های ولایت درجه اول از لحاظ فوتسالی و این لیگ خود خیلی زود راه اندازی کنیم. راه اندازی از این لیگ برای یک سال یا دو سال ان شاء الله در سال دوم دعوت باشه از یک نماینده اف سی کمیته فوتسالشان که بیان از لیگ ما دیدن کنن، بعد از اینکه از لیگ ما دیدن کردن گزارش مسابقه با مسابقه هفتوار ما را اونا خواهند داشتن، بعد از اینکه بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که ما لیگ خود به صورت دوامدار میتونیم برگزار کنیم، یک لیگ سرتاسری خوب داریم، قهرمان ما را دعوت میکنن برای شرکت در مسابقات جام باشگاه آسیا. به نظر شما ما توانایی برگزاری لیگ سرتاسری در طول 6 ماه سال را داریم؟ چون در فوتبال که دیده نشدم چه اتفاقی افتاده، در فوتسال این پتانسیل هست. کار سختی هست، کار سختی است، تونست کار آسانی باشه، اما تونست که امکان پذیرم نباشه. ما میتونیم ایره به صورت به اصطلاح رفت و برگشتی، اما در 3 ولایت، در 4 ولایت خود مثلا به صورت هر 2 ماه یک بار در سزون کشور برگزار کنیم. یک دفعه تمام تیمای 8 تیم، 9 تیم یا 10 تیم بیاین در ولایت هرات چند مسابقه رو اونجا با هم داشته باشیم، مثلا به صورت دور رفت، مثلا به صورت دور برگشت ایره در کابل داشته باشیم، 3 ماه بعدش میتونیم ایره در مسابقه به صورت مسابقات حذفی در جای دیگه داشته باشیم. گزارش از اینا رو میتونیم برای کمیته فوتسال آسیا روان کنیم که مثلا ما برگزار کردیم تورنمنت. ان شاء الله هر چه ذریب امنیت بیشتر بره در کشور ما، دست ما بالاتر میشه، هر چه امکانات کلاب های ما به زیادتر شود. وقتی که اگر ما بخوایم مثل کشورهای دیگه برگزار کنیم، یک کلاب ما باید هر 2 هفته یک سفری داشته باشه به یکی از ولایت های ما، بسیار هزینه بر است. و کلاب های ما که تعداد 20 نفر 20 چند نفر از اعضای یک کلاب برش زمینه حضور برای 4 روز 5 روز در یک ولایت فراهم کنه برای انجام یک بازی دوستانه، برای انجام یک بازی لیگ، دوباره برگردن به ولایت خودشان و هفته بعد به دیگر ولایت سفر کنند، امکانات برای اکثر کلاب های ما میسر نیست. بسیار خوب. و سید مهدی جان هاشمی، بر صورت جام بزرگی رو شما آوردین برای افغانستان، پیام چیست برای اون کسانی که علاقمند هستن که ورزش را حمایت کنن و ورزشکارا را حمایت کنن؟ پیام تو چیست برای اونایی که بر صورت خوب است که صدای تو را بشنون تا اینکه در آینده بشه از افتخارات بزرگتر برای افغانستان کسب کنن؟ هر کسی که بخواد کاری بکنه برای فوتسال کشور ما، فوتبال کشور ما، به کل کشور افغانستان کرده کاره، حتما سرمایه‌دار ما خواسته دارم از اینا، انتظارم دارم از اینا که بیان پوشش بدن کشور ما را. فوتسال ما خیلی جای پیشرفت حتی بیشتر از اینا داره، ما باید بیایم در آسیا، حتی در جهانی صحبت کنیم، چون واقعا پتانسیلش داریم. حتی همین بازیکنه که از ایران آمدن، اینا واقعا سطح فوتسالشون خوب، حتی کسایی که خود افغانستان هستن واقعا جای پیشرفت دارن. فقط ما خواهشی که از این کسایی داریم که سرمایه‌دار هستن، تجار هستن، اینا که اهمیت بدن، بیان به ورزش، بیان سمت ورزش، بیان به فوتسال، اینا کاری بکنن فقط به خاطر خود کشور ما انجام بدن، به خاطر کشور افغانستان. بسیار تشکر از حضورتان آقای ممرک و آقای سید مهدی هاشمی، تشکر که چند پیش موفق شدن عنوان قهرمانی تورنمنت دوستانه رو در
قرقیزستان برای اولین بار در تاریخ فوتسال افغانستان در رده باشگاهی به ثبت برسن. و سپاس فراوان از یاری شما جان تا این لحظه با برنامه ورزش، تا این لحظه وقت زمان برنامه ما به اتمام میرسه. تا دیدار دوباره شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.